سلام دوستان، خوش اومدید. یه چند دقیقه صبر کنید تا باقی اعضا به ما بپیوندن، بعد شروع میکنم. برنامه ما برنامه معرفی کتاب هست که امروز یک کتاب از دکتر خانلری رو معرفی خواهیم کرد. من منتظرم تا افراد بیشتری به ما ملحق بشن. صدا ندارید؟ آیا دوستان دیگه صدا دارن یا همه دچار مشکل صدا هستن؟ میشه به من یه بازخور بدید؟ دوستان صدای منو دارید؟ دوستان دیگه هم میشه بگن که صدا دارن یا نه؟ یکی از دوستان میگن صدا خیلی کمه. میخوام ببینم مشکل از سمت منه یا از سمت این دوستانه. خب ظاهرا صدا هست و قابل شنیدنه، درسته دوستان؟ ولی کمه، صدا من ضعیف شد. خب بذارید من هنسفری رو بردارم، شاید اوضاع بهتر بشه. الان بهتره یا در حالت قبلی بهتر بود؟ فکر میکنم الان اگه مشکلی هم بود حل شده باشه. نمیدونم آیا حل شده یا نه. یه بازخوردی اگه من بدید ممنون میشم. همچنان ضعیفه؟ عجیبه. آیا صدای من همچنان ضعیفه برای همه دوستان؟ خب ظاهرا بهتر شد دیگه. بزن. خیلی خوب. خیلی ممنون از همه دوستان. ما قرار بود که امشب با آقای محمدی کتاب تاریخ زبان فارسی دکتر خانلری رو معرفی کنیم. منتها من قبل از برنامه هرچه تلاش کردم نتونستم با آقای محمدی تماس بگیرم. یعنی چون میدونید ایشون ما توی یه شهر یه منطقه اینها نیستیم، ایشون اصلا خارج از کشورن. و اینه که اگه به ما ملحق شدن دو نفری برنامه اجرا میکنیم، اگه نه من فعلا پیش میبرم تا ببینیم به کجا میرسیم. خب میدونید که یک شهریور سالروز درگذشت دکتر خانلری بود. در مورد دکتر خانلری خب مطالب خیلی زیادی میشه گفت، خدمات بی اندازه‌ای که ایشون کرده. حالا هم از پژوهش‌های علمی خودشون میشه خیلی گفت، هم از مدیریت‌های علمی ایشون میشه گفت. یک نمونهش فکر میکنم حتی اگه هر کسی در کارنامه دوران کاریش یک نمونه از اون رو، یعنی مدیریت بنیاد فرهنگ رو داشته باشه، واقعا در خور ستایش هست. چه برسه با دکتر خانلری که کارهای بیشماری کرده. این بنیاد فرهنگ همونجور که میدونید مؤسسه‌ای بوده که الان اسم این پژوهش‌های علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شناخته میشه. کارهای خیلی بزرگی اونجا انجام شده. حالا بخش مدیریتیش که تصور کنید یک کتابخونه‌ای داره با کتاب‌های بسیار غنی که همه اینها دوران، اکثر اینها دوران دکتر خانلری خریداری شدن. مجلات و کتاب‌های بسیار خوبی که از اروپا می‌خریدن و می‌آوردن اونجا. به جز اون کارهای بسیار علمی که انجام شده، مثلا تفسیرهای کهن قرآن اونجا شروع شد تصحیح کردن و چاپ کردن، کارهای بسیار خوبی که توی پی دی افشون معمولا توی اینترنت هست و میتونید برید دنبالش. این نسخه هایی که توی بنیاد فرهنگ و زیر نظر مدیریت ایشون، یعنی زیر مدیریت ایشون کار شده، چقدر کارهای درجه یکی هست و چقدر به روند شناخت این فارسی، تحول زبان فارسی، تکوین زبان فارسی اینها کمک میکنن. اما امشب میخوایم در مورد یک کار خاص از دکتر خانلری، این تاریخ زبان فارسی صحبت کنیم. این کتابی که سه جلدی الان چاپ میشه، معمولا حالا جلد 1، 2، 3 داره، اسمش تاریخ زبان فارسیه. ولی حقیقت اینه که به درد گستره بیشتر از افرادی میخوره که فقط دنبال تاریخ زبان فارسی باشن. به نوعی دستور تاریخیه واقعا. یعنی ما میتونیم مراجعه کنیم به این کتاب و خیلی از مسائل دستور تاریخی رو تو این پیدا کنیم، اونجوری که مثلا کتاب دکتر ابوالقاسمی هست. بخشای زیادی از این کتاب هم همونجوری. تاریخ زبان فارسی رو که به راحتی تو این کتاب میشه دنبال کرد و مطالب بسیار خوبی داره، مخصوصا تو جلد اولش
یه بخشی داره که از اون خانواده زبانهای هندو اروپایی شروع میشه، یک راهنمای خیلی خوبی هست برای کسایی که هنوز آشنایی کامل با این خانواده زبانهای هندو اروپایی ندارن، و بعد زبانهای غیر ایرانی رو اومده گفته، و بعد از اونجا بعد تو باب دومش میرسه به زبانهای ایرانی که راهنمای خیلی خوبیه برای دانشجویانی که تازه وارد این حوزه میشن یا علاقمندانی که میخوان وارد این حوزه بشن زبانهای ایرانی رو بشناسن. خب کتاب قدیمی هست نسبتاً، ولی اطلاعاتی که اون روز نوشته اطلاعات روز اون بوده و اطلاعات خوبیه، همچنان کارآمدن خیلی از این اطلاعات در مورد زبانهای ایرانی باستان و ایرانی میانه اطلاعات خیلی خیلی خوبی میده. مهمترین شاخصه این کتاب زبانهای نو ایرانی و فارسی دریه. چرا؟ چون همونجور که گفتم توی پژوهشگاه علوم انسانی، یعنی اون زمان بنیاد فرهنگ، این ترجمه های کهن و نسخه های کهن کار می شده و اینا خوب زیر دست نهایتا دکتر خانلری می رفته و دکتر خانلری اطلاعات خیلی خوبی رو می تونسته جمع آوری کنه از زبان فارسی و تحولات زبان فارسی. اینها این فیش ها و این اطلاعات نهایتا تو این کتاب به کار گرفته شده. خیلی از اون مسائلی که ما نیاز داریم برای یک شناخت خوبی نسبت به گونه های زبان فارسی تو این کتاب هست. تفاسیر مختلف رو بررسی کردن، از قرآن پاک تا شنقوشی تا همه اینها رو، اطلاعات خوبی اینجا هست. خب ما میدونیم که امروز یک بحثی که توی زبان فارسی مطرحه اینه که گونه شناسی زبان فارسی باید با دیدگاه های امروزی لحاظ بشه، یعنی دیگه نیایم بگیم سبک خراسانی یا سبک مثلا، باید خیلی دقیق بررسی کنیم اونجوری که آقای دکتر رباقی میگه، مثلا بگیم هروی ویژگی هاش چی بوده، فرارود چی بوده، یا بخش مرکزی ایران که به محوریت مثلا ری و قم باشه ویژگی های زبان فارسی در اون حوزه ها چجوری بوده. تو این کتاب، با اینکه این کتاب قبل از خیلی قدیمی تر از این اندیشه ها هست، یعنی این مثل امروز فکر کردن ما متفاوت از اون چیزی که 40 سال 50 سال پیش فکر می‌کردن، ولی جالبه که ما میتونیم بحث گونه شناسی رو تو این کتاب پیدا کنیم. یعنی ایشون خیلی دقیق اومده گفته خب مثلا تو این منطقه که مثلا تفاسیر سورآبادی رو مثال میزنه و توی منطقه هرات میگه که یه ویژگی هست که مثلا فعل تمناییشون اون ته ایرانی باستان که به شکل دال در اومده رو و بعد در مرحله بعد به شکل زال رو حفظ کرده. منظورم اینه که این کتاب با این که فاصله خیلی زیادی نوشتنش فاصله خیلی زیادی داره تا امروز ما، ولی خیلی جلوتر از عصر خودش بوده و مطالب فوق العاده خوبی داره در باب شناخت گونه های زبان فارسی و نسخه های کهن. خود آقای دکتر خانلری نسخه هایی که کار شده رو توی پایان جلد دومش اگه اشتباه نکنم فهرست کرده و میبینیم که چقدر کتاب های زیادی اونجا بررسی شده، نسخه های زیادی بررسی شده و در حقیقت ما حاصل تجربیات پژوهشگران توی اون بنیاد فرهنگ اینجا به کتابت در آمده و شرح داده شده. فصل جلد دوم این کتاب یک بحث بسیار گسترده و خوب در مورد فعل داره. یعنی کسایی که دوست دارن فارسی دری رو بسیار خوب بشناسن، این کتاب مخصوصا این در مورد فعلش فصل دومش، جلد دومش بسیار کمک میکنه. یعنی فعلا رو اومده تقسیم بندی کرده قشنگ به حالا فعلهای ساده‌ن، مرکب‌ن یا هر کدوم مثلا پیشوندی‌ن، و بعد با شواهد دقیق، یعنی شواهد دقیق آوردن و کارکردها و معناهای متفاوت این افعال رو دقیق بررسی کردن. ویژگی‌های دیگه دستوری که داره اینه که خب چون تا حدی پهلوی هم ظاهراً بلد بودن، به پهلوی ارجاعاتی میدن و این خیلی کمک میکنه. یعنی شما میتونید ببینید که تو پهلوی مثلا ایشون میگه که تو پهلوی اینجوری بوده، توی فارسی دری این تحولات اتفاق افتاده، توی واژه‌شناسیش هم دقیقا همین کار رو میکنن و واژه‌شناسیش هم خیلی کمک میکنه. خدمتتون عرض کنم که جلد سومش تقریبا شروع میشه با مباحث صرفی، یعنی به پسوندها و پیشوندها و ترکیبات خیلی و صیغه های شناسه ها خیلی میپردازه، بحث های صرفی عدد رو میگه و صفات رو میگه و در فارسی میانه هم اینا رو بحث میکنه دوباره. ولی اساس این کتاب فارسی دریه و فارسی دری آغازین است، یعنی تا قرن 5 و 6 یک بحث های خیلی خوبی که دکتر خانلری تو این کتاب کرده اینه که به ما نشون میده برای مثال تحول فعل، ساخت فعل و ساختمان فعل و دستگاه فعل چجوری بوده. مثلا در مورد فعل های ساده، خب
میگه که ما دستگاه ساختمان فعلی داشتیم توی پهلوی که نیاز نبوده خیلی از فعل‌های مرکب استفاده کنیم و یک شرح کوتاهی از اون میگه. ولی بعد میره میگه که این ویژگی توی فارسی دری اولی هم هست، یعنی شما توی فارسی اولی خیلی فعل‌های مرکب رو نمی‌بینید. اما توضیح میده که از قرن 5-6 بعد این فعل‌های مرکب شروع میشه به اضافه شدن. دلیلش هم اینه که ساختار یعنی دستگاه فعلی گذشته رو به فراموشی میده، به جای اون داره فعل‌های مرکب اضافه میشه و این رو با شواهد خیلی دقیق نشون داده. پس من اگه بخوام جمع‌بندی کنم، کتاب تاریخ زبان فارسی به اصطلاح امروز فقط تاریخ زبان فارسی نیست، هم تاریخ زبان فارسیه، هم دستور تاریخی زبان فارسیه، هم راهنمای بسیار خوبیه برای اونهایی که دوست دارن مقدماتی درباره زبان‌های ایرانی میانه و باستان بدونن، اینکه این زبان‌ها چی بودن، چه اسنادی ازشون بر جای مونده. البته اینم باز ذکر می‌کنم که تا خب بعد محدوده زمانی نویسنده رو هم در نظر بگیریم، تا اون زمان اینها شرح خوبی ازشون تو کتاب هست. مهمترین بحث تو این کتاب فارسی دری اولیه هست با شناخت ویژگی‌های دقیق، یعنی اینجوری نیست که بگه خب خراسان کلاً سبکش اینجوری بوده. دقیق میاد بررسی میکنه بر اساس متون کهنی که در بنیاد فرهنگ کار میشده و اون نسخه های چون یادداشت ها همه زیر دست ایشون میرفته، بر اساس اون یادداشت ها اومده یک طرح خیلی خوبی رو پایه‌گذاری کرده و شناخت خیلی خوبی از گونه های زبان فارسی در دوران اولیه هم داره. نه با این طرحی که ما امروز تو ذهنمون از گونه شناسی اونجوری که آقای دکتر رباقی دستور گسترش شدن، ولی پایه و اساسش رو میشه اونجا دید. این کتاب خب کتاب قطوری هست. حالا این نسخه‌ای که من دارم در سه جلدی که چاپ شده، حالا نشر نو هست، نسخه من چاپ 92 هست، اون موقع قیمتش 61 تومان بوده و جلد اولش حدود 409 صفحه، جلد دومش خدمتتون عرض کنم که میره تا 407 صفحه، جلد سوم هم بخوام در یه خدمتتون بگم 485 صفحه و همونجور گفتم کتاب بسیار خوب و کارآمدیه، به خصوص اگه کسی بخواد گونه های زبان فارسی رو در اون 4-5 قرن اول بشناسه بسیار کمک میکنه. اگه بخوام بگم دکتر خانلری چه دیدگاه وسیعی داشته و فقط به متون فارسی به خط عربی بسنده نکرده، میشه اینجا فهرستی از متونی که به خط غیر عربی هم فارسی هم ولی به خط غیر عربی هم نوشته شدن هم اینجا پیدا کرد. و البته اگه کسی دنبال این شناخت این متون هست، میتونه به مقاله بسیار فوق‌العاده و خوب آقای دکتر باغویدی، آقای دکتر رضای باغویدی مراجعه کنه. دقیق یادم نیست که اون مقاله کجا چاپ شده، شاید فرهنگستان بوده باشه، الان به خاطر ندارم. مطالبی که در مورد متون فارسی به خط غیر عربی تو اینجا هست با اون مقاله تکمیل میشه و مقاله بسیار خوبی هم هست. خیلی خوب، من دیگه بیش از این سرتون به درد نمیارم. توصیه میکنم که حتما این کتاب بسیار خوب رو تهیه کنید. دوستانی که به زبان فارسی اولیه و متقدم علاقه‌مندن و کسایی که دوست دارن رهگیری کنن تاریخ و دستور تاریخی زبان فارسی رو از دوران کهن‌تر تا 5-6 قرن اول، این کتاب بسیار کمک میکنه. امیدوارم که ما توی برنامه جداگانه بتونیم درباره شخص دکتر خانلری، پژوهش‌های ایشون و میراثی که به جا گذاشتن و بنیاد فرهنگ صحبت کنیم، چون ما یک بار در مورد دکتر رجایی بخارایی صحبت کردیم و گفتیم که وقتی که یک آدم‌های بزرگی توی مسندهای درست قرار می‌گیرن، اون وقت چه خدماتی می‌تونن داشته باشن. یکی از این افراد خب دکتر خانلریه که عملکردشون فوق‌العاده بوده در دورانی که کار کردن. امیدوارم بتونیم تو آژیر یک برنامه‌ای رو با حضور اساتید ارجمندمون بذاریم و دکتر خانلری رو بیش از پیش معرفی کنیم، چون برخی از دوستان هنوز شاید خیلی آشنایی با دکتر خانلری نداشته باشن. سرتون رو به درد نمیارم، امیدوارم که مطلبی که گفته باشم به درد بخور بوده باشه. شب همگیتون خوش باشه، خدا نگهدار.